صحبت این جلسه ما درباره فلسفه و یا حکمت بیماری های بشر و مسئله درمان های این بیماری هاست. از یک لحاظ میشه گفت که انسان به عنوان یک جاندار، یک حیوانی است بیمار، یعنی در واقع انسان تنها موجود بیمار در جهان هستی است. یعنی حیوانات هرگز بیمار نمیشن، بیماری اونها هم هنگام کهولتشونه که نشان از مرگشونه، به طور طبیعی زندگی میکنن و به طور طبیعی میمیرن. الا اون حیواناتی که در حریم زندگی انسان ها هستند، در رابطه با انسان بله بیماری های خاصی میگیرن که امروزه شاهدش هستیم، حتی آمبولانزای مرغی، جنون گاوی، اینا همه در واقع حاصل رابطهش با انسانه. در واقع حیوان هایی که اهلی هستند، تحت تربیت انسان ها هستند، در واقع میشه گفت اونها هم بیماری های انسان رو به نوعی دیگر میگیرند. خب حالا چرا انسان حیوان بیماریه؟ انسان جسمن و روحن بیماره، رنجوره، ناراحته. به بیان دیگر انسان حیوانی است ناراحت. قصد داریم در مرحله اول دلایل وجودی این مسئله رو در انسان بررسی کنیم و در مرحله دوم به مسئله درمانها و شفا بپردازیم. از این لحاظ بایستی گفت که عالم هستی، جهان طبیعت و کائنات، جهان برزخه. این رو حکیمان جهان و مخصوصا حکمت اسلامی به این امر اشاره کرده که جهان طبیعت جهان برزخه. برزخ یعنی یک وضعیت بینابینی، وضعی بین مرگ و زندگی، وضعی بین بود و نبود. چرا چنینه؟ برای اینکه جهان هستی قلمرو به تغییر و کون و فساده. هر چیزی که الان هست یک زمانی نبوده و باز یک زمانی هم نخواهد بود. پس هیچ ثباتی در این جهان نیست. عالم هستی، هستی این جهان طبیعت هستی نیست، یک وضعیتی بین هستی و نیستی است. در حقیقت باستی گفتش که هستی نمایی میکنه این جهان. برای همینه که از قدیم برخی از عرفا و حکیمان بزرگ در جهان مثل فرسخون فلوتین اعتقاد داشت که این عالم ماده، این کائنات صورت عدم هست، یعنی عدمی که به صورت و تعین در آمده. جهان ماده همان عدمه. حالا این مباحث مباحث بسیار اساسی وجودشناسی و فلسفه و حکمت، به این جنبه فلان در این صحبت نمیخوام بپردازیم. و اما انسان به عنوان یکی از این موجودات عالم هستی که او نیز دارای یک وضعیت برزخی هست، با مابقی جانداران و موجودات یک تفاوت ماهیتی و ذاتی داره و آن اینه که دارای خود آگاهی هست. انسان تنها حیوانیه که میداند که هست. از یه لحاظ میشه گفت یک تفاوت دیگر انسان از سایر حیوانات اینه که انسان حیوانی است که میداند که هست. در واقع یعنی میداند که یک روزی نبوده است و نیز میداند که روزی هم نخواهد بود، یعنی خواهد مرد. خب این آگاهی و معرفت را سایر حیوانات ندارند. خب باز در واقع انسان تنها موجودی است که بر وضعیت خودش آگاهی داره، یعنی برزخی بودن خودش رو درک میکنه و میفهمه که برزخی است، این وضعیت بینابینی رو. خب طبیعیه این خود آگاهی غریزی و طبیعی در انسان، ببین این خود آگاهی طبیعی وجود انسانه، این از اون نوع خود آگاهی عرفانی و معرفتی این نیست، البته این هم ذاتیه. خب پس طبیعیه که این خودآگاهی انسان درباره هستی خودش، این وضعیت بینابینی، آگاه بودن بر مرگ خودش، خب
چه چیزی در انسان لحظه روانی پدید میاره؟ ترس، هراس، بیم، وحشت، وحشت از مرگ و نابودی، استراب. برای همین انسان حیوانی است مضطرب. خب همین امر باعث وضعیتی است در انسان که بهش میگن بیماری. خود لغت بیماری که لغت فارسی هست خودش بیان همین وضعیته. بیماری یعنی بیماوری، بیمار یعنی کسی که مبتلا به بیم شده، در هراس افتاده. این هراس و خودآگاهی در او چنان شدید شده که او را رنجور کرده. پس بیماری ها حاصل وحشت انسان از مرگ و نیستی است. انسان ها به میزانی که بر مرگ و نیستی آگاه میشند و آگاه تر میشند، در واقع بر هراسشون افسوده تر میشه و لذا بیمار میشن. بیمار یعنی بیماور. خب یعنی به میزانی که انسان احساس امنیت و ثبات و جاودانگی رو از دست میده، دچار بیم و وحشت میشه و به انواع بیماری ها مبتلا میشه. خب باز در نقطه مقابل وضعیتی که اسمش بیماری هست چی قرار داره؟ احساس امنیت و جاودانگی، به بیان دیگر ایمان. ایمان، ایمانی به چی؟ خب ما میدونیم یعنی ایمانی به خدا، ایمانی به حیات بعد از مرگ، ایمانی به جاودانگی. خب وقتی چنین ایمان و باوری باشه، طبیعتاً آن بیم و بیماوری و وحشت خب به همون درجه ایمان خب کاهش پیدا میکنه. خب پس ما ببینیم تا همینجا واضح دیدیم که ایمان قلمرو به سلامت انسانه. انسان به میزان ایمانش وحشت زده نمیشه، به هراس نمیفته. خب ما از یه لحاظ میدونیم که در عصر جدید در پزشکی مدرن تقریبا همه بیماری ها در قلمرو به تشخیص به مرحله میرسن که به اونها میگن امراض اوتوایمیون. سابقا یه چند تا بیماری بودند که معروف به اوتوایمیون بودند، مثل بیماری های ژنتیکی ورس کن، بیماری های وراثتی ورس اوتوایمیون بودند. ولی اخیرا حتی سرماخوردگی ها و آنفولانزا هم نهایتا تشخیص دادن که اونها اوتوایمیون هستند. اوتوایمیون از یک لحاظ یعنی مترادف با بیماری های لاعلاجه. وقتی میگیم این مرض اوتوایمیونه یعنی لاعلاجه. اینکه چرا حتی ابتدایی ترین بیماری ها هم اوتوایمیون تشخیص داده میشن خودش یک داستانی است عبرت انگیز و قابل تأمل از لحاظ علمی. ببین خود ایمیون در لغت لاتینه و از امنیت میاد. خب ایمان هم کلمه ایست عربی و عبری. خب اینها در ریشه لغت شناسی یک منشأ واحد دارن. خب امراض اوتوایمیون طبق تعریف علم پزشکی یعنی امراضی هستن که آن بیمار در شرایطی قرار میگیره که کل وجود خودش به صورت یک دشمن قسم خورده بر علیه صاحبش عمل میکنه. این تعریف علم پزشکیه. یعنی وجود انسان ضد خودش میشه، به جون خودش میفته که میخواد اون رو نابود کنه. ببین اینا بیماری های لاعلاج این شکلی، انواع آسم ها گرفته میگن لاعلاج، سرطان ها نمیدن. خب تعریفی که در خود علم پزشکی درباره امراض لاعلاج و اوتوایمیون وجود داره ما رو دقیقا به مفهوم کفر میرسونه. ببین ما در قرآن میخوانیم که کافران اصلا خصم خیشتنند. کافران خب ما در قرآن میخوانیم که جاهلند، احمقند و اینا به گمان خودشون با دین و ایمان و با خدا و با مؤمنان دارن میجنگن، ولی در واقع دارن به خودشون ظلم میکنن، انگار به جون خودشون افتادن. خب ببینید این همون تعریف امراض لاعلاج و اوتوایمیون. پس در واقع ما میبینیم که امراض لاعلاج و اوتوایمیون در واقع همه اینا حاصل کفر انسانه. کافر کسی که خود دشمن سعادت و جاودانگی خودشه، دشمن عزت و سلامت خودشه. کافر کسی که عالم غیب رو، حیات جاودانه رو قبول نداره دیگه. پس در واقع نابودی پرسته. در واقع نابودی رو تصدیق میکنه، هستی جاودانه و خدا رو و حیات بعد از مرگ انسان رو قبول نداره. خب پس چه اتفاقی میفته در او؟ این کفرش او رو به دام نابودی میندازه.
درسته؟ نابودی حراس آوره، بیم آوره، ولذا او بیمار میشه به لحاظ عصبی، روحی، روانی، جسمی، انواع اقسام بیماری ها سراغش میاد. از یه دار بست گفتش که بیماری ها حاصل ابتلای انسان به نابودی است که حاصل کفر انسانه در حقیقت. برای همین مثلا اسلام ما میگیم یعنی سلامتی. اینکه حدیث وجود داره که پیامبر اسلام بزرگترین طبیب تاریخ بشر هست و دین او تنها راه سلامتی هست. خب راه دین، راه ایمان، راه پرستش جاودانه و جاودانگی است. یعنی پروردگار. خب وقتی انسان چنین وضعیتی داره در این جهان، این وضعیت بینابینی و برزخی رو وقتی داره، خب طبیعتاً بایستی خودش رو به سمت هستی بکشه. هستی خداست، هستی مطلق و جاودانه خداست. پس در واقع خداگرایی که در عمل همان دینگرایی هست، عمل دینی در زندگی هست، ها انسان را از قلم روی بیماری ها بیرون میکشه و به سمت سلامتی میبره. خب ما میدونیم که سلام از اسمای خداست، در واقع سالم مطلق خود خداست. ما در یک حدیثی داریم، حدیث قدسی، که خداوند میفرماد که سالم فقط منم و ای فرزند آدم شما همه تون بیماری، پس به من روی آورید تا سالم شوید و به سلامتی برسید. خب عمل دینی ها ما میدونیم چیه. عمل دینی ها ما بارها گفتیم نماز و روزه و خیرات، اینا عباداته. زندگی دینی بارها گفتیم آنچه که شریعت انبیاء الهی هست ما گفتیم، یعنی صداقت، پاکدامنی، وفا، حیا، تقوا، اینه که در زندگی عملی به کار آدم میاد. حلال خوری، دوری از محرمات، خب این. خب این نوع زندگی کردن که همون زندگی دینی هست، در واقع یواش یواش به انسان ایمان میده، ایمان رو در دل تقویت میکنه، یعنی قدرت ایمنی و ایمنیولوژی رو بالا میبره در مقابل بیماری ها. خب یکی از اوتو ایمیون ترین و علاش ترین بیماری ها چیه که میره که نسل بشر رو براندازه؟ ایدز. ما میدونیم این بیماری ایدز در نخستین قلمرویی که پیدا شد کجا بود؟ در اماکن فساد، در جامعه معتادان، عیاشان، فاحشه‌خونه‌ها و در جوامع همجنسگرایان پیدا شد. الان هم این نوع افراد و گروه ها بیشترین درجه از این بیماری رو دارن و بیشترین مبتلایان به این بیماری در این قلمرو هستن. ببین در قلمرو حیات غیر دینی و ضد دینی در اونجا پیدا شد. خب پس انسانی که در این وضعیت برزخی و بینابینی داره زندگی میکنه، بین بوده نبوده مرگ و زندگی، خب به واسطه زندگی دینی خودش رو نزدیک میکنه به خدا و قلبش رو به ایمان میرسونه و از این طریق در واقع میشه این ایمان از 100,000 واکسن برتر و اساسی تره، پیشگیری میکنه. در واقع باز گفت بهداشت حقیقی همان ایمانه، پیشگیری از بیماری. و اما خب خود بیماری وقتی پیدا شد، بله اونم پیش اون درمان داره. خب درمانش چیه؟ توبه از گناهان و روی کرده به دین. پس پیشگیری در قلم روی معرفت دینی، پیشگیری جز ایمان نیست. ایمان از بیماری های لاعلاج و سبوالعلاج پیشگیری میکنه. اما انسان باز به واسطه حرصش، طمعش به گناه مبتلا شد و بیماری سراغش آمد، ایمانش از دست داد و بیماری آمدن سراغش، در حقیقت اون موقع بازم علاج داره. درمان چی لازم معرفت دینی؟ توبه از گناهان و روی کرده به دین. روی کرده به دین منظور نماز خوندن نیست، این یادمون نره. نماز جز عباداته که به طور طبیعی از وجود مؤمن برمیاد. این عبادات مربوط به مؤمنانه در قرآن. این کسی که بلافاصله بخواد توبه بکنه نماز بخونه، این کار کاریست غلط، یک ریاست و هیچ خاصیتی توش نداره. نماز از مؤمن در میاد و ایمان یعنی آن دینی که قلبی شده. همه ما مسلمانیم ولی لزوما مؤمن ممکن نباشیم، اکثرا مؤمن نیستیم. یک دین ارث و میراثی است یا یک دین ریایی است یا ادعایی است
در حد شعاره ولی قلبی نیست. خب باز از این باب بهتر میفهمیم چرا قرآن کتاب شفاست و پیامبران ها نخستین و بزرگترین اطبای حقیقی بودن، از این منظر بهتر درک میشه. ببینید اینها حرفای واهی و ادعاهای گزافه نیست. هر کسی اگر اندک خودآگاهی و معرفتی درباره خودش و زندگی خودش داشته باشه، این قوانین رو تایید میکنه در خودش، میبینه که اینها راسته. ببینید یک کلامی در قرآن داریم که آنگاه که خداوند بر فردی یا قومی عذاب خودش رو به واسطه افراط در ظلم و گناهان فرود میاره، هر کسی میدونه که این عذابی که میگشه از بابت چه گناهانی هست. این هر کسی خواهد دانست. یعنی خداوند در واقع در وجدان او حالیش میکنه که این عذاب بابت کدوم گناه توه. ببینید ذره اگر انسان خودآگاهی و خودشناسی داشته باشه این رو کاملا میبینه. هرچند که ما امروز شاهدیم با افراد و گروه هایی که واقعا حداقل معرفت و خودآگاهی رو هم نسبت به خود از دست دادن و واقعا دیگه دیوونه شدن و نسبت به خودشون کور و کر و احمق شدن، دیگه هیچی متوجه نیستن و در عذاب غرقن و حتی دیگه شعور خودشون رو هم از دست دادن. خود من در تجربه کوتاه درمانگری خودم به عنوان یک طبیب که از طریق حکمت اسلامی و معرفت نفس و عرفان بیماران رو درمان می‌کردم و تخصص من هم درمان امراض اوتو ایمیون و امراض لاعلاج بود که موفق به درمان بسیاری از این امراض لاعلاج شدم بدون استفاده از دارو و روش‌های رایج پزشکی، شاهد بودم و بسیاری نیز در جریان هستند و می‌دانند که بسیاری از درمان‌ها که بنده انجام دادم فقط به واسطه دادن معرفت و شناخت و خودآگاهی به این بیماران بود که اونها رو متوجه می‌کردم که بیماریشون از کجا پیدا شده و حاصل چه راه و روش غلط و گناهی بوده در زندگیشون. آنهایی که بیدار می‌شدن و تصدیق می‌کردن و توبه می‌کردن به طرز معجزه‌آسا به ناگاه آن قده سرطانی، آن بیماری آسم لاعلاج و انواع اقسام بیماری‌های روانی دیگه از اینها برداشته می شد و به ناگاه معجزه‌آسا شفا پیدا می کردن. از این موردها ما زیاد تجربه کردیم و بعد همچنین می دیدیم که بسیاری از این بیماران که با یک بیداری و توبه‌ای فقط قلبی تصدیق می کردند شفا پیدا می کردن و بعد ما آنها دعوت می کردیم که خب حالا روی کنید به دین، به اخلاق، به فطرت و به وجدان خودتون و زندگی سالمتری داشته باشید. اونهایی که این کار رو میکردن واقعا سلامتی همیشه که خودشون به دست میابردن و سرنوشت و زندگیشون عوض میشد. برخی به خاطر عذاب حاصل از این بیماری ها مدت این کار رو میکردن، بعد که درمان میشدن کاملا مطمئن میشدن دو مرتبه متاسفانه برمیگشتن به همون زندگی غلط و گناهکارانه خودشون و بعد از مدتی چند سال به ناگاه ما میشنیدیم که آن بیماری یا یک بیماری بسیار بدتری در اینها به صورت یک عذاب پیدا شد. اینها به عنوان تجربه من عرض کردم. ببینید انواع بیماری های عذاب آور که کاهنده تن و جان و روح و روان و وجدان و شعور هستند، انواع عذاب ها هستند. عذاب های کفر انسان در همین دنیا، بله همین عذاب ها در جهان پس از مرگ هزاران برابر شدیدتر و بدتر هم وجود داره، ولی شمعی نمونهی و شبهی از این دوزخ کافران در همین دنیا هم برای کافران به صورت انواع عذابها که به صورت انواع بیماریها خودشون نشون میده ما شاهدش هستیم. ببین ما در قرآن داریم که دوزخ آشکار شد. ببین این واقعیت بسیاری از عذابهای دوزخ که در قرآن داریم ما میبینیم به صورت انواع بیماریهای جسمی و روحی و روانی و عاطفی آشکار شده. مثلا عذاب علیم، یعنی عذابی که درد میاره. خب انواع بیماری هایی که درد دارن که در جریان پزشکی ها، شیمی درمانی ها
و جراحی ها این درد ها و درد کشی و زرد کشی به اوج خودش میرسه. یا عذاب عقیم در قرآن داریم که به صورت انواع نازایی ها، عقیم شدگی های فکری، پوچی ها، عقیم شدگی های عاطفی و قلبی، عقیم شدگی های فرهنگی، پوچ شدگی های فکری و اعتقادی، اینا انواع دیگری از عذابه. عذاب سعیر یعنی عذابی که به التهاب میاره، مثل آتشی روح رو میگدازه که به صورت انواع بیقراری ها بروز پیدا میکنه. ما میبینیم که بیقراری یکی از بیماری عصر ماست، هیچ کس آرام و قراری نداره، برای همین همه در جستجو داروهای آرام بخش و روانگردان هستن که این داروها یه چهار سبایی ظاهرن تسکین میده و بعد این بیماری دو صد چندان شدیدتر خودش رو نشون میده. چندین نوع عذاب دیگه در قرآن هست، ما فقط چند تا مثال زدیم. ببینید از یک لحاظ یک مسئله دیگری وجود داره که همه تر میکنه. ما بیماری هایی هم داریم که بیماری های کافرانه نیست، در واقع عذاب نیستند، بلکه این بیماری ها نعمات هستند. ما مثلا میبینیم برخی ها بیماری هایی دارند که این بیماری ها واقعا مخل زندگیشون نیست، هیچ عذابی هم نیست. اگر دستی به این بیماری نزنن و نرن رجوع نکنن به انواع این درمان های پزشکی کاذب، این بیماری در اینا هست و در واقع نوعی آرام و قرار در اینها ایجاد میکنه. این بیماری از این بیماری ها رو کم ما نداریم. خب این بیماری ها در واقع نوعی میشه گفت بلای خداوند، بلا به مفهوم بلی، ابتلا، امتحانه. برخی از این بیماری ها عذاب نیست. ببینید برخی از بیماری ها هستن واقعا انسان رو به تشنج میندازن، او رو از زندگی ساقط میکنن، او رو هلاک میکنن، او رو جسمن و روحن نلازه اقتصادی و اجتماعی و شکسته و تباه میکنن، عقل و وجدانش رو ساقط میکنن. خب اینا عذابه. خب ما میدونیم بسیاری از انبیا و اولیا بیماری های ویژه‌ای داشتن که آنها بر بیماری های خودشون راضی هم بودن، هرگز متلسل درمان بیماری نبودن. خب ما حتی در حکیمان قدیم در آثار کسانی مثل بوعلی جالینوس مثلا، بقراط حکیم، ما میبینیم که اونها از بیماری های صحبت میکنن به نام بیماری های مقدس. اینا از جنس بیماری های مقدس هست. ببینید مریض، ما یک بار در کتابی اشاره کردیم که از لغت رضا هست در عربی. مریض کسی که به رضای خدا مبتلا شده، راضی میشه. ما میبینیم که خیلی از بیماران هستن که واقعا خوشبختن، چقدر راضی هن، اصلا از بیماریشون هم چندان شکوهی ندارن. هرچند که انبیا و اولیا و مؤمنان نی هم هستن که بیماری هایی دارن که اینا اصلا این بیماری رو شکر میگویند. ما دعاهای امامای ما مثلا در صحیفه سجادیه داریم که امام میفرماد که پروردگار رو به من بیماری بده تا من بتوانم تو رو بهتر بشناسم و بهتر شکر کنم و نفسم رو بتوانم پاک کنم. خب این دو بیماری ها هم ما داریم، این دو دسته بیماری رو باستی تفکیک کنیم. خب ببینید ما گفتیم انسان موجودی است برزخی، بین بود و نبود و بین مرگ و زندگی. به میزانی که به واسطه ایمان به منشأ هستی و جاودانگی و پروردگار نزدیکتر میشه، رو به سلامت میره. ولی در این حال تن او و نفس او هنوز اسیر این دنیا و خاک هست و در جهان و جوامعی کافرانه داره زندگی میکنه. این نگاه های کافرانه، روابط کافرانه به هر حال تن او رو و روح و روان او رو خدشه‌دار و بیمار میکنه. در واقع چه بسا بسیاری از مؤمنین، انبیا و مخلصین از غایت اخلاص و از کمال یقینشون در حیات دنیا به بیماری میفتند، دیگه نمیتونن این حیات خاکی رو تحمل کنن، برایشون سخت میشه. این در واقع میشه که باطنشون، قلبشون، روحشون اتصالی به پروردگار و به جاودانگی پیدا میکنه، ولی این حیات خاکی که ما گفتیم ظرف نابودی انسانه. چرا؟ برای اینکه این تن میره که نابود شه. اصلا تن انسان ظرف عدم و تباهیه و مرگ و نابودیه. به میزانی که روح اتصال به جاودانگی پیدا میکنه، تن انسان از یک لحاظ به نوعی رنج و تنگنا میفته، احساس میکنه زندانی شده. همونطور که در حدیث داریم که
دنیا برای مؤمنان زندان است، حبس است. ببینید یک دسته بیماری داریم که مخصوص مؤمنان و مخلصینه، که اینان بیماری های خود را دوست می دارند و هرگز اون بیماری رو تردلم نمی کنند، پزشک هم نمی رند، دوا هم نمی خورند. جباسا این بیماری ارتقا دهنده روح آنها و پاک کننده نفس آنهاست و آنها رو روز به خدا نزدیک میکنه. ما میدونیم که پیامبر اسلام یا حضرت علی، ما میدونیم که اینها بخش عمده از عمرشون بیمار بودند، سنگ به شکم میبستند، ما این رو میدونیم. خود حضرت علی ما میدونیم که خون استفراغ میکرده سالها در چاهایی که میگفتن خون هست، نه اینکه ایشون نعره میکشیده چاه خون میشده، خون استفراغ میکرده. ما میدونیم کسانی مثل حضرت مریم یا حضرت مسیح در تمام عمر دردی داشتن که به صورت قلنج، به صورت دلدرد خودشون نشون میداده. ما میدونیم بسیاری از حکیمان بزرگ مثل بو علی سینا یک عمر بیمار بود و او قدر بیماریش رو میدونست. ببینید بس دو نوع بیماری داره. در این حال ما شاهدیم که بسیاری از کافرانی هستند که غرق در فساد و تبهکاری و ظلمند و میبینیم که هرگز هم بیمار نمیشن. چه بسا بله این دستم هستن، اینها رو بایستی فهم کرد. ما در قرآن داریم که خداوند میفرماد برخی از کافران رو با حال خودشون میذاره، افسارشون رو به قول معروف میندازه سرشون و میگه برید گم شید، در زندگی جانوری خود غرق شید و آنها بعد از مرگ حسابشون رسیده میشه و بر دوزخ وارد میشن. ببینید اینم مفهومی است دیگر. اینها کسانی هستن دیگه حتی روحشون از دست دادن. چون روحشون از دست دادن، اینها تن و روح و روانشون یک دست غرق در دنیا پرستی شده. ببینید دنیا پرستی یعنی نابودی پرستی، نابودی خاری، برای اینکه این دنیا ظرف نابودی است. انسان در عالم خاک مرگ و نیستی رو تجربه و درک میکنه و به میزانی که مرگ و نیستی رو تجربه و درک میکنه و تصدیق میکنه، طالب هستی و حیات جاوید میشه و رو به خدا میکنه. ولی اگر رو به خدا نکنه، در این دنیا پرستی که همون نابودی پرستی هست غرق میشه و چه بسا روحش رو از دست میده و به قول قرآن قلبش میمیره. این دیگه تن و روح و روانش مرده است. به قول قرآن اینها در حالی که مردن راه میروند و از نزد خدا روزی میخورند، ولی اینا مردگانند. چه بسا اینا هرگز ممکنه مریض هم نشن. این دسته از کافران هم در واقع است. این بحث بسیار وسیع، فقط یه اشاره ما کردیم به این مباحث. ببینید انسان گفتیم اسیر بین بود و نبود و مرگ و زندگی است و بر این وضعیت برزخی خودش آگاهی داره. هرچند که کافران برخی به مرحله از جنون و جهل میرسن که این آگاهی خودشون از دست میدن و حتی دیگه فراموش میکنن که قراره بمیرند. انسان از یک لحاظ در این جهان قلمرو نیاز هاست. اگر انسان نیازمندترین و حریص‌ترین حیواناته، به این دلیله که اللحاظ وجودی و غریزتاً بر مرگ و نابودی خودش آگاهی داره. این آگاهی بر مرگ و نیستی خودش قحطی آفرینه. ببینید آدم‌های هراسناک و ترسو تا چدی مصرف کنندن، بلندن، چقدر شکم بارند. انسان به میزانی که کافر هست، برای به اصطلاح فایق آمدن بر این پرس ترس و نابودی سعی میکنه دنیای بیشتری رو تصرف کنه، بیشتر بخوره، بیشتر داشته باشه و از طریق این داشته های خودش برای لحظاتی احساس هستی و وجود بهش دست بده و مرگ و نابودی خودش رو بتونه فراموش کنه. ببینید در وجود انسان چهار کانون حیات و هستی وجود داره که چهار کانون نیاز او هست. یکی ذهنیت اوست، یکی دل اوست، یکی شکمه و یکی هم زیر شکمه، یعنی جنسیتش و غریزه و شهوت جنسی است. این چهار تا کانون ارتباطش با جهانه و درکش از حیات هستی است و چهار تا کانون نیاز او نیز هست. نیاز زیر شکمی، نیاز شکمی، نیاز قلبی یعنی عاطفی و نیازهای ذهنی که مربوط به دانش، فن، دانایی، آگاهی اینا میتونه باشه. و این چهار کانون در این حال منشأ چهار نوع بیماری نیز هستند. یعنی چهار کانون نیاز و حرص و طمع انسان هستند. انسان به میزانی که بتونه به واسطه معرفت و دینداری خودش این چهار کانون نیاز خودش رو کنترل کنه، مهار بزنه
در قلم رو تقوا، یعنی تقوا پیشه کنه، خیشتنداری پیشه کنه، از ابتلای به دنیا نجات پیدا میکنه و به دنیا پرستی مبتلا نمیشه. ما گفتیم دنیا پرستی یعنی نابودی پرستی، ابتلای به نابودی. این ابتلای به نابودی و دنیا پرستی که به صورت مصرف پرستی و مصرف زدگی ها و حرص و جهانخواری ها خودش نشون میده، منشأ بیماری های انسان هستن. خب ببین، ما مگه نگفتیم ابتلای انسان به مرگ و نابودی در او هراس و وحشت ایجاد میکنه و این هراس و وحشت در او بیماری زاست؟ خب یک سری وحشت های ذهنی است، یک سری وحشت ها و نیاز های عاطفی است، یک سری نیاز های شکمی است، یکی هم شهوت و نیاز های زیر شکمی، به صورت چهار نوع نیاز که اگر اینها مهار نشه به واسطه دین و فرد تقوا پیشه نکنه، او رو به چهار نوع نیاز و ابتلای دنیا پرستانه میکشونه و انواع بیماری ها رو پدید میاره. ببینید، نیازهای ذهنی او که ذهنیت مرکز دانایی است و نیز مرکز ایده ها و آرزو و آرمان پرستی ها و جهانخواری ها و برنامه ریزی برای مالکیت و جهانخواری است. برای همینه یک دسته بیماری ها واقعا در ذهن پیدا میشن به صورت اختلالات روانی، عصبیت ها، تا نهایتا بیماری های جنون، اسکیزوفرنی. این حاصل ابتلای بیش از حد انسان به دنیاست در قلمرو ذهنیت، دنیا پرستی ذهنی. و اما دنیا پرستی عاطفی داریم که معمولا به صورت عشق ها بروز پیدا میکنه، عشق به همسر، عشق به فرزند. این جنبه نیاز قلبی که به صورت عاطفه هست نیز اگر به واسطه تقوا واقعا مهار نشه، این عشق ها برای انسان هلاکتبار و فلاکتبار میشه. به صورت بیماری های عاطفی خودش نشون میده. ببینید، بخش عظیمی از بیماری های عاطفی که تبدیل به بیماری های قلبی و عصبی روانی هم میشن، در قلمرو عشق به همسر و فرزندان پیدا میشه. فرد میخواد همسر و فرزندان خودش رو ببلعه مثل کالایی تا در خودش احساس نابودی رو کاهش بده. فکر میکنه از طریق بلعیدن و سلطه روحی روانی بر همسر و فرزندان و اطرافیانش میتونه خودش از نابودی نجات بده. حالا که چنین نیست، از طریق تقوا ورزیدن در قلمرو عاطفی هستش که میتونه خودش نجات بده. نیاز بعدی گفتیم شکم هست. خب ما میدونیم بخش عظیمی از بیماری های امروز حاصل پرخوری است. بشر امروز دنیا رو داره میبله، هر چی که گیر میاره داره قورت میده. بخش عظیمی از بیماری ها حاصل پرخوری ها و مصرف پرستی های افراطی و فزاینده اوست. بشر کافر فکر میکنه هرچی بیشتر بخوره احساس وجود میکنه، حالانکه همین ها او رو به سمت بیماری، یعنی به سمت نابودی و احساس نابودی میکشونه. هرچی بیشتر میخوره به قول قرآن احساس میکنه که بیشتر داره از گشنگی تلف میشه. نیاز بعدی هم گفتیم نیاز جنسی است، شهوانی است. این هم همینطوره. بخش عظیمی از بیماری های بشر امروز حاصل شهوت بارگی اوست، افسار گسستگی های شهوانی، زناکاری های اوست که این نوع بیماری ها رو همه میدونیم. ولی انسان به میزانی که تقوای شهوانی پیشه میکنه، پاکدامنی پیشه میکنه، از ابتلای به شهوت دنیوی میتونه سلامتی خودش رو به دست بیاره. انسان ما میدونیم که انسان هایی که شهوت بار هستن و هرزه هستن تا چدی جسم و روحشون بیمار هست. انسان ها شهوت باره فکر میکنن با تنوعات جنسی، با تملکات جنسی میتونن احساس وجود بکنن، حالان که در اونجا احساس نابودی در اینها مرتباً افزایش پیدا میکنه، به صورت یک احساس قحطی و عذاب سعیر و بیقراری و آتش رو در اونها خودنمایی میکنه و خود همین منشأ چندین بیماری جسمانی هم هست. در واقع این چهار کانون نیاز، چهار منشأ بیماری انسان میتونه باشه در قلمرو بدبینی و کفر. بنابراین یک بار دیگه مرور میکنیم صحبت رو. پس واضح شد که علاجی جز تقوا، بهداشت و درمانی جز تقوا و پاکدامنی و قناعت نیست. تقوا و پاکدامنی جنسی، قناعت شکمی و نیز قناعت عاطفی و همچنین قناعت در قبال دنیا پرستی ها، مهار دنیا پرستی ها و آرزوهای دنیاوی، اینها منشأ سلامتی هستند. به میزانی که
انسان در زیاده طلبی های عاطفی، ذهنی، شبانی و شکمی غرق میشه، یعنی غرق در دنیا میشه. دنیا هم چیه؟ فقط قحطی و نابودی رو به خورد انسان میده و انسان نابودی زده میشه، مرگ زده میشه و به وحشت میفته. تو نگاه کنید بزرگترین ویژگی انسان امروز چیه؟ قحطی زدگی، حرص و ولع و احساس وحشت و نابودی. جهان امروز جهان تروره، یعنی جهان حکومت وحشته. همه وحشت زدن و بیقرارن و همه احساس میکنن هر آن ممکنه نابود بشن. این خود همین احساس نابودی خودش بزرگترین عذابه و منشأ همه عذابها این هراس و احساس نابودی است. این کجا پیدا شده؟ به میزانی که در عرصه تکنولوژی و صنعت این همه کالاها پدید آمده و این همه مصرف پرستی ها روز به روز داره بیشتر میشه، داره انسان در واقع داره نابودی و مرگ رو میبلعه و مصرف میکنه. رضا بر وحشتش، بر احساس قحطی زدگی و نابودیش افسون میشه و خود همین منشای انواع و اقسام بیماری های جسمی، عاطفی و روحی و روانی است. بنابراین میشه نتیجه گرفت که در قلمرو ذهن که یکی از ارکان وجود و ادراک و دریافت انسان از حیات و هستی هست و از همین کانال هم انسان مرگ و نیستی رو دریافت میکنه، ذهن یکی از منابع دریافت مرگ و نیستی و دریافت بیماری هاست و نفوذ بیماری هاست. چگونه؟ به صورت آرزوهای بزرگ دنیوی، جاه طلبی ها انسان رو به دنیا پرستی میکشونه. در این دنیا پرستی مجبور میشه دروغ بگه، دزدی کنه، خیانت کنه، حرام خاری کنه، مال مردم بخوره، خیانت کنه. ببینید، یعنی از دین خارج بشه. قانون دیگر، ما فقط تیترها رو میخونیم، گفتیم دله. دل نیز قانون دیگری از ارتباطش با حیات و هستی و همچنین مرگ و نیستی است. دل کجاست؟ محل تعلقات عواطفه و نهایتاً عشقه، منطقه عشق تصرفی. ببینید عشق دو نوعه، یکی به صورت ایثار ایجاد خودنمایی میکنه که این عشق تقوایی است، که این قلمرو به پاکی انسان نسبت به دنیا و دنیا زدایی میشه و لذا به ایمان میرسه. همینطور که گذشتن انسان از آرزوها و جاه طلبی های بزرگش در ذهنش نیز باعث تسکیه ذهنش میشه و باعث زدودن ذهن از مرگ و تباهی میشه، یعنی باعث سلامت میشه. لذا در قلمرو دل هم انسان به میزانی که به عشقهای تصرفی رو میکنه، میخواد همسر و بچه‌هاش رو قورت بده، درست اراده و روح اونها رو ببله و از این طریق به گمان خودش احساس وجود بکنه، نتیجه برعکس، احساس نابودی و قحطی میکنه و لذا از همه این معشوقهاش بالاخره انتقام میگیره. این عشقهای تصرفی نیز قلمرو دیگری از بروز انواع بیماری ها هستند، زیرا انسان رو به قحطی و نابودی میاندازند. دو تای دیگه هم، یکی گفتیم شکم پرستی، یکی هم شهوت بارگی است، که در این مورد دیگه مثال هر کسی میتونه اندازه کافی برای خودش مثال پیدا کنه که تا چدی از بیماری های انسان حاصل شکم پرستی هاشه. برای بلعیدن بیشتر که احساس وجود کنه و مرگ و نابودی رو با خود در خودش بیرون بندازه، اتفاقا بیشتر به مرگ و نابودی مبتلا میشه. ببینید حضرت علی علیه السلام یک سخنی داره که به وضوح میشه اینو درک کرد امروزه. میفرماد که امراض مصری دروغ هستن، یعنی این واقعیت نداره که میگن که فلانی یک بیماری رو از دیگران گرفته مثل وبا تاو. ببین یک حرف بسیار بزرگی است، کسی این حرف رو میزنه که خودش بزرگترین طبیب و حکیم تاریخ. واقعیت داره. بنابراین این که ببینید امروز تقریبا تمام امراض خانمان براندازی که بشریت رو نابود میکنه میگن مصریه دیگه، مثل ایدز که دیگه نابود کننده ترینه. پس از این دیدگاه غلطه. نه خیر، کسی که ایمان داشته باشه ایدز نمیگیره، به کلام کسی که ایمان داشته باشه امکان نداره ایدز بگیره، حتی اگر با 100 تا ایدزی هم زندگی کنه امکان نداره. حتی به یقین میشه گفت کسی که ایمان داره، انسان مؤمنی است،
حتی اگر خون آلوده به ویروس HIV هم بهش تزریق بشه بازم ایدز نمیگیره به کلام. همچنین است ما بقیه هم راز مصری. ببینید یک حکمت دینیه. اگه بگیم فلانی بیچاره بیگناه بیتقصیر از دیگران فلان بیماری گرفت و یک عمری زجر کشید و جان کند، آیا انسان در عدالت خدا شک نمی کنه؟ خداوند عادل و بلکه بسیار مهربانه، امکان نداره چنین چیزی. به تجربه می دانیم مثلا در یه خونه یک نفر آنفلانزا گرفته، خب ویروس آنفلانزا میگن مسیحه دیگه ولی ما بقی اصلا نمی گیرن. چه بسا همه چیز همینطوره، بیماری سل، تمام امراض مسیح. ببینیم پس انسان هایی که سیستم اوتو ایمیون، سیستم ایمنولوژی بدنشون نابود شده به واسطه از دست دادن ایمان، اینا هر بیماری که از دور بر بچه اینا میگیرن. چرا؟ برای اینکه اینها کافر شدن، یعنی ایمنی بدنشون از دست رفته، یعنی بدنشون صاحب نداره. صاحب وجود کیه؟ خداست. مؤمن کسی که خداوند در قلبش نظر داره و در قلبش حضور داره، لذا او را حفظ میکنه. امراض اوتوامیون یعنی امراضی هستن که یک انسان دچار وضعیتیه که کل وجودش دشمن خودشه، ولی خداوند دوست انسانه. ببینید در واقع یک انسانی که در وضعیت اوتوامیون قرار میگیره یعنی وجودش تسخیر اجن و شیاطینه، و شیاطین قرآن میگه کیان؟ دشمنان قسم خورده انسان هستن. همونها در واقع میشه گفت این بیماری ها را به وجود فرد میکشونند، خود اجنه و شیاطین. وجودی که خدا داره هیچ ویروسی برش وارد نمیشه و او سالمه، برای اینکه صاحب وجود یعنی خداوند دوست انسانه. ببینید ما امروزه میبینیم که پزشکی جدید و کلن دانش و تمدن مدرن مخصوصا در قلمرو علم بهداشت و درمان داره چنین باور کافرانه و احمقانه ای رو ایجاد کرده که اصلا انسان رو علت بیماری های خودش نمیدونه، بیماری ها رو حاصل بدشانسی ها و شرایط میدونه. خب این یک نگاهی کاملا کافرانه است. انسانی که بیمار شده به عذاب افتاده در واقع او تقصیر نداره، این بیگناهه، یه ویروسی از سر بدشانسی اومده بر بدنش رخ نکرده و او رو در تمام عمر به زجر و عذاب انداخته و نابود کرده. این فکر کافرانه است دیگه، این فکر منکر خداست، منکر وجود قانون عدالت الهی در جهانه. ببین بس ذاتش این فکری که امروز بر پزشکی و تمدن جدید حاکمه ذاتش کافرانه است، زیرا انسان رو مسئول اعمال خودش نمیدونه، انسان رو عامل سرنوشت خودش نمیدونه. ببین خداوند در قرآن میفرماد اگر در آن روز بگویید که تقصیر این سرنوشت شوم ما، پدر مادر ما بودن، فرزندان ما بودن، مردمان بودن، حکومت بود، شرایط و زمانه بود، از شما نمیپذیریم، برای که دروغ میگید و میدونید که دروغ میگید. تمام بدبختیایی بر سر شما اومده، شما خودتون به سر خودتون آوردید. هیچ کسی به شما ظلم نکرده و شما خودتون فقط به خودتون ظلم میکنید. این کلام خداست. پس ما اگر مسلمانی مؤمنیم، این چنین فرهنگی که بر پزشکی حاکمه در واقع داره وجدان و دین رو از مردم میگیره و در واقع ایمن، یعنی سیستم ایمنی مدن رو از لحاظ فرهنگی این دانش پزشکی داره نابود میکنه و همه رو تبدیل به بیماران اوتوامیون میکنه تا بتونه در چرخه صنعت و تجارت آدمخوری پزشکی وارد کنه و همچون کالایی از وجود انسان‌ها استفاده کنه، هم پولشون رو بگیره هم جونشون رو بگیره و یک عمر اونها رو در عذاب بکشه. در واقع باز گفتش که این روزه پزشکی یکی از دروازه‌های دوزخ که کافران بران وارد میشن. ما میبینیم طرف تا زمانی که یک بیماری داره که هنوز به پزشک و بیمارستان رجوع نکرده، یک بیماری داره که همون بیش به مرضی که وارد شد بر اونجا، ما تازه میفهمیم که اون بیماری تبدیل به عذاب میشه در اونجا. بخش عظیمی از عذابهایی که در قرآن اومده، ما امروزه این عذابها را در جهان پزشکی میبینیم که داره عمل میکنه. ببینید قرآن میگه که در دوزخ، این در قلمروی عذابها، اهل دوزخ قضاهاشون چرک و خون و سموم و سقره. اما بخش عظیمی از این داروها چرک و خون و سموم و سقر نیستن؟ بخش عظیمی از داروها مگه مهلک‌ترین سمها نیستن؟ کورتون‌ها، شیمی درمانی‌ها، اینا چیه مگه؟ کشنده‌ترین سمومه که تزریق میشه به بدن انسان‌ها. ببینید چرک و خون
این قضای اهل دوزخ. آتش، یکی از این عذاب النار، آتش دوزخی که تا مغز استخون میسوزونه چیه؟ همین تشعشعات رادیواکتیو، اشعه ایکس. ها امروز مواد رادیواکتیو به عنوان دارو داره استفاده میشه. این اشعه ها به عنوان درمان داره به کار میره. اینها آتش های دوزخ هستند که تا اعماق سلول ها و استخوان رسوخ میکنن و فرد رو نابود میکنن در حالی درمان دارن. به زجه و زجر میدازن. و خانه ها بیمار کشته میشه ولی با عذاب. این بیماری که مثلا اگر سرطان گرفته، اگر صبر پیشه میکرد، تأمل پیشه میکرد، به اعمال خود نگاه میکرد، توبه میکرد، چه بسا بهبود پیدا میکرد، شفا میافت. لااقل این که اون سرطان او را به این زجر و زجه صد بار نمیکشت. خب بنابراین ما بس بدونیم که یکی از بزرگترین عوامل پیدایش این همه بیماری های اوتوایمیون و بی علاج خود دانش و فرهنگ و صنعت پزشکی است که چنین فکر را داره به بشریت القا میکنه. این فکر خودش منشأ لاعلاجترین و کشنده ترین امراض است. در واقع پزشکی و دانش پزشکی یکی از علوم دوزخی است و به قول قرآن از جمله علوم بغی است، یعنی علوم ستمگر، حریص و تجاوزکار، جزء علوم کافرانه است و پیروانش رو هم بر جهنم وارد میکنه و به انواع این عذاب ها مبتلا میکنه. در حقیقت به یک کلام بایستی گفت که درمانی جز دین وجود نداره. دین درمانی حقیقی ترین و مسلم ترین درمان دین درمانی است. پس فقط با معرفت بر بیماری های خودمون و شناخت گناهان و خطاهای خودمون و اصلاح اعمال خودمونه که ما میتونیم درمان بشیم و درمانی جز این هم ممکن نیست. و ما شاهدیم که هر کسی که به دام این پزشکی جدید میفته دقیقا مثل اینه که بر دوزخ وارد شده و کسی اینکه بر این دوزخ وارد شد دیگه راه خروج نداره و مایوس از خدا و رحمت الهی میشه و تسلیم این خازنان دوزخ میشه، یعنی تسلیم این پزشکان میشه تا هر کاری که میخوان باش بکنن. و این عذاب گناهانی که کرده و عذاب توبه‌ای که نکرده، زیرا خداوند میفرماید هرگاه که بیماری عذابی فرود میاد من به هر کسی میگم که این از چه بابت بوده، یعنی وجدانش با خبر میشه که از چه بابته، پس اون میتونه که توبه کنه ولی توبه نمیکنه. خیلی از بیماری ها در واقع خداوند به انسان میده تا انسان متوجه خطاهای خودش بشه، وجدانش بیدار بشه تا توبه کنه. چون توبه نمیکنه اون بیماری ها او رو به عذاب میکشه و به دام پزشکی ها میندازه. بنابراین به صورت نتیجه گیری باید بگیم که هر بیماری، هر گرفتاری، هر عذاب عاطفی فکری که در انسان پیدا میشه در مرحله اول این یک اخطاره، یک لطف الهیه، یک زنگ خطره تا انسان به خودش بیاد و انسان به خودش هم میاد و میفهمه که داره خطا میره. در واقع در مرحله اول همه اینها از طرف خدا امر دعوت به توبه است. از این لحاظ باز گفتش که این بیماری ها از در مرحله اول به مثابه وحی تن هستند. دردها وحی الهی در تن انسان هستند تا انسان به خودش بیاد و توبه کنه و خداوند مولتی میده. برای همینه بیماری در یک مرحله اولیه در یک کمون مقدماتی واقعا هیچ آزار و عذابی نداره، فقط داره به انسان اخطار میده. این مهلت که تمام شد، انسان توبه نکرد، آنگاه تبدیل به عذاب میشه که یکی از روشهاش هم اینه که به دام نظام پزشکی در میاد و در اونجا در واقع سلاخی میشه، جانش، روحش، وجدانش و تنش در اونجا به عذاب میفته و در حالت یأس و نابودی از دنیا میره. بنابراین واضح شد که بیماری در صورت اولش یک بلاست به مفهوم بلی خداوند، روی کرد خداوند با انسان. در مرحله دوم اگر انسان توبه نکرد به مثابه غضب الهی است که این غضب الهی هم در واقع در مفهوم نهایی به معنای لطف خداست که خداوند میخواد پاک کنه عذاب دوزخ، پاک کننده سیاهی ها و کفر ها و تباهی های اعمال انسانه و
ولی بسیار خوب است که انسان به واسطه معرفت و تزکیه نفس و تقوا خودش رو پاک کنه. اگر نکرد به واسطه عذابه که انسان پاک میشه. ولی وای بر کسانی که خداوند حتی در این دنیا هم اونها رو عذاب نمیکنه و این بیماری ها رو به اینها نمیده. یعنی خدا افسارشون سرشون انداخته و اینها رو لعنت کرده در حقیقت تا در این دو روز زندگی غرق در عیاشی حیوانی باشن، بعد از مرگ با اون عذاب عظیم الهی تا ابد اینها مبتلا هستند. بنابراین بایستی انواع بیماری ها و سلامتی ها رو هم از این دیدگاه درک کنیم تا بتوانیم درباره شناخت خودمون، شناخت دین و شناخت خداوند به خطا نریم. بسلام.